خدمت همگی و خوش آمد به آقای دکتر پارسا بناب و دوستان واشنگتن و ویرجینیا. برنامه امشب هم که میدونید هستش، موضوعش هستش دیدگاه های احمد قصری در مورد ادبیات پارسی. آقای دکتر بناب لطف کردن تشکر کردن، خیلی مختصر در موردشون بگم. آقای دکتر بناب لیسانس ادبیات دارن از دانشگاه تبریز و تشوردن آمریکا، بیشترشون رو عوض کردن علوم سیاسی پولیتیکال ساینس و سوسیولوژی در تنبیزی و استاد بودن در دانشگاه های آمریکا و دین دانشکده بودن مدتی و الان بازنشست هستن با اینکه سنشون کمه و بیشتر کارشون کار تحقیقی هستش و کتابایی که الان روی میز هستش اون نتیجه کارشونه که 16-17 سال فکر این کتابا کار کردن و دیشب هم صحبت میکردم بودم مدل تحقیقشون مدل خود احمد کسروی بوده، یعنی همه چیز کاملا مستند نه از روی تخیل و نظر شخصی. من خودم یکی از این کتابا رو قبلا گرفته بودم، بسیار بسیار جالب از نظر تاریخچه احزاب و جنبش‌های ایران از مشروطیت این و بسیار مستند و یعنی مثل انسایکلوپدیا میمونه. من توصیه میکنم اونایی که علاقمند به این مسائل هستن تو کتابخونه خوبه کردم لااقل این دو جلد داشته باشه برای لااقل برای مراجعه. کسروی خب ابعاد مختلفی داره از نظر سیاسی، از نظر دینی، از میشه باید در همه این زمین ها مدت ها میشه صحبت کرد. شخصیت بسیار عجیب و جالبی است، ولی امشب فقط فرصت واقعا نیست در مورد نظرشون در مورد ادبیات فارسی صحبت خواهد بود. آقای دکتر لطف کردن تشویق کردن. آقای دکتر بفرمایید، من دیگه وقت دارم نمیگیرم، بفرمایید اینجا که در ضمن گروه بچهای شب شعر ویرجینیا خیلی دوست داشتن بیان به اینجا شرکت بکنن ولی نتونستن بیان، بارون گرفت به خاطر بارون و مسائل دیگه و خواهش کردم که این برنامه به طور زنده در اونها پخش بشه از طریق صدا، یعنی اونا الان دارن گوش میدن، الان صدای ما رو گوش میدن. بچهای ویرجینیا خیلی خوش اومدید، سلام عرض میکنم. شما شما اونجا نه من خواستم رو گروتون بشنم ببینید. بعد قرار آقای دکتر بفرمایید. خیلی تشکر میکنم که منو دعوت کردید، مخصوصا از دکتر رضایی تشکر میکنم از مهمان نوازیشون و از دعوتی که از من و دوستان در واشنگتن، مریلند، ویرجینیا انجام دادن و امروز امشب در خدمت شما هست. من در مورد کسروی دو نکته رو اشاره میکنم چون کمک میکنه به صحبت من در مورد کسروی. یکی اینی که من در عموماً از دورانی که شروع کردم به مطالعه تاریخ ایران از هر نظر به ویژه مسائل اجتماعی و سیاسی، خب رول مدلم به تدریج شد احمد کسروی. یعنی من در کتاب‌هایی که نوشتم اگر تاریخی باشن بزرگترین منبعی که از اون استفاده کردم همین کسروی و این شب خیلی خوشحالم که راجع به کسروی که رول مدل منه و خیلی ازش من در تاریخ در مطالعات خودم در تاریخ نگاری استفاده کردم در مورد ایشون صحبت بکنم. مورد دوم اینی که میدونید که اکثر مردم ایران یا اکثریت مردم ایران به ویژه روشنفکران، دانشجویان، استادان، محققین اگر نگاه بکنیم به طور کلی مثل تمام کشورهای جهان به چهار بخش بزرگ تقسیم میشه، یعنی از هم از نظر اجتماعی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر مواضع سیاسی، هم در ارتباط با تاریخ ایران، هم در ارتباط با اوضاعی که امروز وجود داره، هم در جهان، هم در ایران. این چهار بخش به ترتیب عبارتن، یکیشون ما میذاریم اسمشون رو سلطنت طلبان،
یعنی امروز شما سه در گذشته، سه در حال حاضر یه عده ایرانیایی هستن که سلطنت طلبن. حالا این سلطنت طلبان هم مثل تمام نیروهای دیگر اجتماعی و فرهنگی در ایران به قشرهای مختلفی، به بخشهای مختلفی تقسیم میشن. ولی ما داریم در تاریخ ایران از انقلاب مشروطیت تا کنون از این مردم ایران یه بخششون مانارکیستن، سلطنت طلبن، گفتم به بخشهای مختلف تقسیم میشن. بخش دوم از مردم ایران همون ملی‌گرایان هستن که بعضی وقتا به اینا ناسیونالیست هم میگن، ولی از نظر علمی درست باشه باید بگیم ملی‌گرایان ایران. ملی‌گرایان ایران از اول مشروطیت تا کنون شعارشون استقلال، آزادی، عدالت، اجتماعی. اینا معتقد بودن که باید سیاست خارجی ایران در خدمت سیاست داخلی ایران قرار بگیره. خب برخلاف مثلا مارکسیست در این مورد خیلی با اونا تفاوت داشتن. کسروی به این بخش تعلق داره. کسروی ملی‌گرا بوده، مانارکیست که نبوده. در ضمن در بحث‌هایی که اشاره خواهم کرد با تقی ارانی، معروف‌ترین کمونیست ایران، انجام داده، بحث‌های بزرگی در اون بحث‌ها وقتی که شما می‌خونید می‌بینید که کسروی سب مارکسیست نبوده، ملی‌گرا بوده، به اون بخش دوم که عرض کردم تعلق داشته. بخش سوم هم همون چپ‌ها یا مارکسیستا بودن یا سوسیالیستا بودن، به طور کل خانواده چپ که اونا هم مثل مانارکیستا یا مثل ملی‌گرایان به اقشار مختلف، به بخش‌های مختلف تقسیم میشن. ما فقط همه ملی‌گرایان به یک جناح تعلق ندارن، همه مانارکیستا به یک جناح تعلق ندارن، به جناح‌های مختلف سیاسی و فرهنگی تقسیم میشن. ملی‌گرایان هم همینجور. بخش چهارم هم به اصطلاح نیروهای سیاسی مذهبی بودن که اونها هم خیلی حالا آشنایی داریم، اونها هم به اقشار مختلف، به اجزای مختلف، به جناح‌های مختلف تقسیم میشن. خیلی مهمه که ما یه دانشمندی رو، یک محققی رو مثل کسروی مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که به طور کلی ایشون به کدوم یک از این چهار تا تعلق داشته. اگر من امروز مثلا می‌خواستیم راجع به فردی مثل محمد علی فروغی صحبت بکنیم و خدمات ایشون رو در بویژه در بخش فلسفه، فلسفه سیاسی ایران مورد بررسی قرار بدیم، بهتر بدونیم که محمد علی فروغی یک مانارکیست بود، یک دانشمندی بود که دارای افق مانارکیستی داشته و به پادشاهان ایران خیلی خدمت کرده در زندگی خودش، هم به پهلوی اول هم به پهلوی دوم. و دیگران هم همینجور. اینی که بهتره بدونیم که کسروی به کدوم یک از این چهار تا تعلق داشته. در هر حال من امشب صحبتمو خیلی کوتاه خواهم انجام خواهم داد که به نظرگاهی که، دیدگاهی که کسروی در ارتباط با ادبیات ایران داشته به اون اشاره هایی بکنم و از منابعی که استفاده کردم، از کتاب های ایشان یا کتاب هایی که هم طرفدارانش هم افرادی که ضدش بودن، یعنی مخالف نظرگاه های کسروی در مورد ادبیات ایران بودن، به اونا هم اشاره بکنم. اونا قبل از اون میخوام بگم که زندگی و محیط سیاسی هر یک از این افراد تفاوت نمی کنه به کدوم بخش تعلق داره. خیلی مهمه که به اون محیط که در اونجا به دنیا اومدن و بعداً رشد پیدا کردن و تحول پیدا کردن، به اون محیط سیاسی یا محیط فرهنگی ما اشاره بکنیم، اون چارچوب و اون بک‌گراند و اون کنتکست رو به اصطلاح نشون بدیم. فردی مثل احمد کسروی در چه زمانی از تاریخ ایران زندگی میکرده؟ کسروی در سال 1890 میشه 1279 خورشیدی.
حالا بعد از این من کوشش میکنم که همین تقویم آمریکایی و غربی رو به کار ببریم که بیشتر سیز باشه، اشتباه نشه نمیشه. ایشون در 1890 در شهر تبریز متولد شده، در 1935 در ایران ترور شده و کشته شده. زمانی که ایشون ترور شد و کشته شد 54 سالش، 54 سال از عمرش می‌گذشت. و خیلی اینم مهمه که شما ببینید که ایشون که 54 سالگی از این دنیا رفته چقدر خدمات بزرگی به تاریخ ایران، به ویژه تاریخ فرهنگی و سیاسی ایران انجام داده با نوشتن کتاب‌های بسیار بسیار معتبر و کتاب‌هایی که امروز نه تنها ما ایرانی‌ها از اونا استفاده می‌کنیم، ولی محققین خارجی هم که علاقه دارن راجع به ایران بنویسن یا تحقیق بکنن از کسروی خیلی خیلی استفاده می‌کنن. کسروی 1890 که به دنیا میاد تا 1945 از این دنیا میره، دوران عمر شما به چهار بخش تقسیم می‌کنن. بخش اول زمانی است که به دنیا میاد تا آستانه انقلاب مشروطیت. 1904 انقلاب مشروطیت در ایران شروع میشه، 1905 پیروز میشه، یعنی در مظفرالدین شاه قبول میکنه که ما باید مشروطیت داشته باشه و میرن پای ایجاد مجلس اول. این دوره که کسروی رو مطرح میکنیم از تولد تا اون زمان هم دوره جوانیشه که میاره به سال 1904. در سال 1904 در ایران، در بعضی از شهرهای ایران به خیلی خیلی نادر، یعنی خیلی خیلی کم، ما مدارسی داشتیم که به سبک و روش امروزی درست کرده بودن که دیگه مکتب نمیگفتن، میگفتن مدرسه، مدارس ابتدایی، حتی مدارس متوسطه هم نبود، چون ابتدایی ها میبایست مدارسه رو تمام میکرد. یکی از این مدارس در شهر تبریز توسط یک خانواده به اسم خانواده تربیت، معروفترشون محمد علی تربیت، در شهر تبریز این مدرسه رو افتتاح میکنن. یه مدرسه به مدرن، به شکل امروزی به اصطلاح، با اون مشخصات دوران خودشون. کسروی در این مدرسه محصل بود 1905، 1906 و 1907، 1908 در اون مدرسه که اسمش مدرسه مموریال بود ایشون تحصیل میکرد و یکی از معلمان بزرگش که زبان انگلیسی یاد میداد هاورد باسکرویل بود که از پرینستون در نیوجرسی، از دانشگاه پرینستون دکترا گرفته بود در زبان انگلیسی. و اون زمان محمد علی تربیت و طرفدارانش در شهر تبریز ایشون رو دعوت کرده بودن که بیاد به جوانان ایرانی در تبریز در مدرسه مموریال زبان انگلیسی تدریس بکنه. ایشون همون هاورد باسکرویلی که در سال 1908 وقتی که یک سال قبلش در ایران کودتا میشه، محمد علی شاه قاجار تحت در واقع حمایت تزارهای روسیه علیه مجلس ایران کودتا میکنه که معروف میشه به کودتای محمد علی شاه قاجار. شاپشال لیاخوف که اینها رؤسای قزاق بودن و خود شاپشال هم وزیر در واقع دبیر نظامی خود محمد علی شاه بوده، محمد علی شاه شاگردش بوده در امور نظامی، اینا کودتا میکنن. این کودتا منجر میشه به بمباران مجلس که معروف میشه. بعداً بلافاصله در تبریز انجمن ملی که در اساسنامه‌اش نوشته بودن که اگر محمد علی شاه علیه مشروطیت برخیزه و کودتا بکنه، انجمن ملی تبریز به طور اتوماتیکی تبدیل میشه به مجلس ایران تا اینکه دوباره تهران فتح بشه.
اینه که مجلس اول منتقل میشه به تبریز، یعنی مجلس اول که بمباران میشه، خیلی از نمایندگان مجلس اول در باغشاه در حضور خود شاهشال یا خوف و محمد علی شاه یا به دار آویخته میشن یا به قتل میرسن. یه عده کمی هم فرار میکنن، مخصوصا زنان مبارز اون زمان فرار میکنن به تبریز و به جنبش مردم تبریز ملحق میشن که علیه این کودتا برخواسته بودن که صدرخان رهبرشون بود. در اون زمان همین دانش آموزان مدرسه مموریال تصمیم میگیرن که بیان در تبریز، در میادین معتبر اون زمان تبریز که خیابان‌ها اون شکلش نبوده، تظاهرات می‌ذارن. اولین فردی که کشته میشه توسط قزاق‌ها همین هاورد باسکرویل بود و کسروی که این معلمش بوده خیلی تحت تاثیر این جریان قرار می‌گیره که در آثارش منعکسه، سیر در مسائل ادبیش، سیر در مسائل تاریخی و سیاسیش خیلی منعکسه، خیلی مهم بوده. در اصل دوره دوم زندگی کسروی از این زمان شروع میشه و تا سال 1921 که در ایران کودتا میشه، کودتای معروف رضا خان که بعدها میشه پادشاه ایران رضا شاه و سیاسیون طباطبایی که کودتا میکنن، این دوره دوم کسروی که خیلی مهمه بشناسیم که کسروی در این دوره نسبتاً طولانی، یعنی از 1908 تا 1921، فوریه 1921 در ایران کودتا میشه، کسروی سه موقعیتهایی داشته. کسروی خودش چون همون زمان محقق بوده و میدونیم که تاریخ 18 ساله آذربایجان و تاریخ مشروطه ایران رو اون زمانها ایشون جمع‌آوری کرده، بعدها به صورت کتاب در آورده، قبلا به صورت جزوه در می اومد، جزوه‌های بسیار بسیار متعدد، بعدن اینها را جمع کردن به صورت کتاب در آوردن سالها سال بعد. در اون زمان ایشون دانشجوی تاریخ بود، با اینکه سیاسی بود، با اینکه همین که گفتم دارای اندیشه‌های ملی‌گرایی بود، طرفدار صدرخان بود، طرفدار بهارخان بود، ایشون کار تحقیقی انجام میداد. تا اینکه دوباره روس‌ها و انگلیسی‌ها سال 1911 تصمیم می‌گیرن که مجلس دوم خطرناک‌تر از مجلس اوله و باید این مجلس دوم هم از بین ببرن. چرا؟ به خاطر اینکه مجلس دوم در واقع منبعث از این بود که مردم ایران به پا خواستن جنبش فتح تهران رو بردن جلو و تهران رو فتح کردن، محمد علی شاه را خلع کردن و به تبعید فرستادن به مسکو و این مجلس دوم رو با انتخابات بسیار بسیار دموکراتیک و آزاد که کسروی از اون به عنوان دومین بهار آزادی صحبت میکنه. 1907 اولین بهار آزادی در ایران بود. در اون سال 1907 ما 300 تا روزنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی فقط در شهر تهران داشتیم. و اگر روزنامه‌های اصفهان و تبریز و مشهد و رشت و مخصوصاً اون زمان رشت رو اضافه می‌کنیم، تعدادش می‌رسه به 1000 روزنامه. البته روزنامه‌های یومیه نبودن، ولی مجموعه‌ای از روزنامه‌های یومیه و روزنامه های هفتگی، روزنامه های ماهانه اون زمان بالغ میشد بالای عدد 1000 که در مقام مقایسه با کشور ترکیه و مصر که اون زمان خیلی خیلی در این موارد جلوتر بودن، اونها کمتر از ما اون سال روزنامه پخش کردن در مصر و در ترکیه. کسروی به این میگه بهار اول، بهار آزادی، بهار اول آزادی در میدن. بهار دوم سال 1910 که جنبش تهران به پیروزی میرسه، جنبش فتح تهران به پیروزی میرسه، مجلس دوم حالا افتتاح شده. انگلیسی‌ها و روسا باز میگن که این مجلس خیلی خطرناکه برای ما، برنامه میچینن. زنان در تهران این دفعه دو تا سازمان بزرگ زنان اون زمان در ایران بود
که این دو تا سازمان میان ائتلاف میکنن. میگه اینکه ما گذاشتیم مجلس اول رو اینا بمباران کردن با توپ. با توپخانه‌هاشون آوردن و بمباران زمینی کردن ولی با توپ دیگه. اینا تصمیم میگیرن که بیان دور مجلس دوم حلقه بزنن. زنان این دو سازمان که ائتلاف کرده بودن. سازمان زنان ایران بودن روز هر دوتاش. اون وقت روس‌ها متوجه میشن که برخلاف سال 1907 1908 نمیتونن مجلس رو ببرن ببندن. چون عکس‌العمل بزرگ در سراسر جهان خواهد داشت. مخصوصا اگر زنان کشته بشن. این زنان هم تاریخچه داره کسایی خوب اینا را شرح داده که چگونه اینها مثلا 7 ساعت بودن، بعد از 7 ساعت میرفتن مثلا خواهرش میومد یا دوستش میومد جای اون رو میگرفت، ولی حلقه رو حفظ کردن. در نتیجه روسا تصمیم گرفتن که با کمک انگلیسی ها این دفعه اصلا مجلسو به توپ نبرندن، برن دولت رو زیر فشار قرار بدن که مجلسو منحل اعلام بکنن، که در این مورد موفق شدن. مجلس دوم ایران که یکی از دموکراتیک ترین مجالس اون زمان جهان، حالا بگیم جهان سوم، که البته در روسیه اون زمان که اصلا مجلسی نبودی، تزار بوده، تزار حکومت میکرده، اینا اون مجلس رو منحل میکنه. خب این ما رو میرسونه سال 1912 و فکر کنید که اصلا چکار میکنه؟ تمام اینا رو رکورد میکنه، تمام این وقایع رو رکورد میکنه. خیلی با بسیار بسیار شیوه توسعه یافته زبان فارسی که بعداً اصلا خودش الگو میشه برای تکامل رشد زبان فارسی به زبان توده ها. وقتی که این اتفاق میفته، خب نمایندگان مجلس این دفعه دیگه به توپ بسته نشدن، درسته؟ همیشون آزادن، یعنی مجلس منحل شده، اینا هم آزادن. در این زمان 1912 یک عده مثل همیشه مثل تمام کشورها از سیاست کنارگیری میکنن، یک عده با دولت میرن کار میکنن، ولی یه عده زیادی یا قابل توجهی نه زیاد از این نمایندگان میگن که دوران مبارزات مسالمت آمیز به پایان رسید. ما مجلس اول رو میدونید که انقلاب مشروطیت یکی از مسالمت آمیزترین انقلابات جهان بوده. یعنی وقتی که مظفرالدین شاه مشروطیت رو اعلام کرد، تقریبا هیچ کسی در تظاهرات اون زمان نمی‌بودن زیاد تظاهرات، تحصن می‌کردن مردم جلوی دربار، جلوی اون زمان دادگستری که عدلیه می‌گفتن، در مساجد، در بازار تحصن می‌کردن، تظاهرات می‌کردن، هیچ کس کشته نشد. این انقلاب پیروز شد، ولی خب اومدن اونو به توپ بستن. بعد از اون هم که دوباره مسالمت آمیز اومدن تهران رو گرفتن و انتخابات آزاد گذاشته که هر کس علاقه داشت در این انتخابات شرکت کرد، که زهرا شفیعی بعدها سالها سال 3 سال بعد دکتراشو بر اساس بررسی این نمایندگان نوشته که این نمایندگان از کدوم طبقات می‌بودن، هم در مجلس اول هم در مجلس دوم. یکی از بهترین کتاب‌هاییست که بعد از کسروی یک خانم ایرانی زهرا شفیعی این کتابو نوشته. دقیقاً مثلا پینه دوزان، کفاشان، کارگران که نمایندگان مجلس اول و دوم بودن، این ایشون با اسم و رسم و حتی کدوم محله در تبریز، کدوم محله در رشل دنیا آمده بودن در اون کتاب جمع کرده. کسروی هم این کارو میکرد، منتها کسروی اونجا بود این کارو میکرد. زهرا شفیعی 45 سال بعد از اون این کتاب رو نوشته که خیلی خیلی جالب. در این زمان یکی از نمایندگان مجلس که حالا دیگه بیکار شده، مجلس منحل شده، شیخ محمد خیابانی بود. شیخ محمد خیابانی معتقد میشه که
باید دست بزنیم به مبارزات مسلحان. در نتیجه چون نماینده تبریز بود برمیگرده به تبریز و حزب دموکرات ایران اون زمان شعبه تبریزش رو در تبریز باز میکنه و شروع میکنه به فعالیت که میگه که دیگه اون دوران تموم شده که ما بیدیم دوباره برای مرزید سوم هم همین کار رو بکنیم. اون زمان خیلی از این نمایندگان که خانه نشینی رو انتخاب نکرده بودن یا با دولت هم کاری نمی‌کردن به این نتیجه رسیده بودن. تعدادشون خیلی اکثریت نبود ولی تعداد قابل توجهی بوده. جنبش جنگل از درون این جریان اومد بیرون. رفتن گیلان. یعنی همون کاری که شیخ محمد خیابانی کرده بوده جنگلی‌ها هم همین کاری کردن، رفتن به گیلان و مازندران، اونجا جنبش جنگل رو اصلاح تدارک دیدن. یا مثلا کلنل محمد طیخان پسیان، ایشون رفت مشهد، خراسان، ایشون هم اون راه رو پیمود که شیخ محمد خیابانی و زنگلی ها به جلو بردن. کسروی با این که به مبارزات مسلحان اعتقاد نداشت ولی اومد عضو حزب دموکرات ایران شعبه آذربایجان شد. حالا شعبه آذربایجان تیجه قیامی که معروف شد به قیام آذربایجان، قیام شیخ محمد خیابانی، اوضاع را در آذربایجان اون زمان با پایتختش تو تبریز اوضاع را در دست گرفتن. حالا شیخ محمد خیابانی شده رهبر این جنبش و این جنبش پیروز شده و میخواد با جنبش جنگل و کلنل طیخان پسیان در ارتباط باشن که هر سه تا وحدت بکنن و کل ایران رو به اصلاح. اینا حتی خیلی جالب بود، کسروی میگه ما مناطق رهایی بخش به اصطلاح داشتیم، سه تا ما منطقه رهایی بخش داشتیم، liberated areas در ایران، که این liberated area ها یعنی رها شده ها برن این جریان رو سر تا سر ایران که با شکست و عظیم جمهورو شدن هر سه از بین رفتن. ولی در همین زمان خیلی جالبه برای شما بگم، سال 1918 انقلاب اکتبر اتفاق افتاده، یکی از بزرگترین در واقع وقایع تاریخ دیگه. بعد از انقلاب کبیر فرانسه ما دو تا انقلاب بزرگی داریم، البته انقلابات زیادی بوده، انقلاب ایران، انقلاب کوبا، انقلاب نیکاراگوا، ولی اینا تأثیراتشون حتی اگر بوده منطقه‌ای بوده. ولی این سه انقلاب، انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب چین 1349، اینا تأثیرشون جهانی بوده. حالا در ایران در اون زمان انقلاب اکتبر اتفاق افتاد. لنین یک بیانیه داده و در اون بیانیه گفته که تمام قراردادهایی که دولت تزاری با ایران بسته ما ملغا اعلام میکنیم. این باعث شد که شاعران بزرگ ایران و کسروی که گفتیم مارکسیست و اینا نبود، سب نبود، به شدت از لنین در آثارشون به قدری تعریف و تمجید میکنن که شما باورتون نمیشید. مثلا عشقی اون وقت ملک شارای بهار سه مطالبی راجع به این حرکت لنین گفتن و تأثیرش در ایران هم بود که این سه جنبش تقویت میشن که با هم ائتلاف بکنن، با وحدت بکنن، این جریان رهایی رو سرتاسری بکنن در ایران. در اون زمان از سوسیال دموکرات های روسیه در آذربایجان باکو، نه آذربایجان دیگه، در آذربایجان باکو اوضاع رو در دست میگیرن، اوضاع رو در دست میگیرن. تا اون زمان اون بخش از آذربایجان که حالا پایتختش باکوست، خارج از آذربایجان، نه داخل آذربایجان، اون زمان خارج از آذربایجان به اسم آران معروف،
ولی مردم آذربایجان وقتی که میرفتیم شما اهل کجا هستید میگفتیم من آذربایجانی هستم، اهل آذربایجان. دقیقاً مثل حالا ما استان اردبیل رو داریم، ولی شما برید به اردبیل از مردم بگید که مردم شما کیا هستید، کدوم آذربایجانی هست. ولی استان دیگه اسمش آذربایجان نیست، اردبیل. اینا که میان سر کار این منشویک‌ها، سوسیال دموکرات‌ها، نه بولشویک‌ها، تصادفاً ضد لنین هم بودن تا اندازه. اینا میان سر کار، رهبرشون محمد رسول امینزاده، اینا میگن که این خطه آذربایجانه. یعنی اون چیزی که ما به این اسمو میذاریم آذربایجان، یعنی آذربایجان باکو رو میگن، آذربایجان فعلی رو میگن. اونا تا اون زمان خارج از آذربایجان اسمش آرام بود، ولی خود مردم در داخل میگفتن چی؟ آذربایجان. اینا میان اسمشو آذربایجان میذارن، درسته؟ یعنی رسمی میکنن. همون کاری که رضا شاه بعداً انجام داد در مورد ایران. ایران همیشه چی بود؟ پرژیا، پرسیکا، پرزیا بود، ولی در داخل ایران زمان مظفرالدین شاه، زمان ناصرالدین شاه از مردم میپرسید که شما اهل کجا هستید؟ میگفتن اهل ایران. ولی در خارج از مرزهای ایران، از روسیه تزاری گرفته، حتی بعداً هم که شوروی شد، تا آمریکا و ژاپن و اینا میگفتن پرسیکا یا پرژیا یا پرسیا. مثلا سرزمین مثلا فارس دیگه ترجمه بکنیم. ولی دیدیم که رسمیت دادن، گفته نه این ایرانه. این آرام هم همین کارو کرد. یعنی طرف اومد گفت که این آذربایجان. حالا در اینجا شیخ محمد خیابانی که یک ملیگرا بود مثل خود کسروی، عجیب ملیگرا مثل مصدق، این گفت که آها، ما که حالا آذربایجان رو گرفتیم، میخوایم بریم ایران رو لیبریت بکنیم، بگیریم، این چی میشه؟ اونا گفتن ما آذربایجان. این اومد، چون خیلی آدم محبوبی بود شیخ محمد خیابانی، قلم بسیار شیوایی داشت، اومد گفت که ما اسم آذربایجان رو عوض میکنیم به آزادستان. ما دیگه آذربایجان نیستیم، ما آزادستان هستیم. من فکر میکنم علاوه بر احترامی که به شیخ محمد خیابانی دارم و با نظرگاهاش در اکثر موارد به عنوان دانشجوی تاریخ موافقم، ولی در این مورد باش مخالفم که اصلا احتیاجی نبود که این کار رو بکنم. کسروی یک انجمن درست میکنه، فراکسیون درست میکنه در داخل حزب دموکرات به اسم منتقدین از این زریان، و با هم میشینن صحبت میکنن، اکثریت اقلیت میکنن. هر دفعه که اکثریت اقلیت میکنه، شیخ محمد خیابانی میبره، کسروی میبازه. کسروی معتقد بود که اصلا اسمشو عوض نکنه، همون آذربایجان باشه، اونم آذربایجان، ما کاری نداریم. ولی شیخ محمد خیابانی خیلی تاکید میکرد. در نتیجه اون پنج ماه آخر عمر اون دولت به اسم آزادستان بود. کسروی اونجا دیگه میبینه نمیشه و از اونجا برمیگرده، میگه به تهران و فعالیتشو در تهران ادامه میده. این پایان دوره دوم زندگی کسروی. کسروی که میاد ایران، بعدن در ایران کودتای معروف همون سوم اسفند که گفتیم 1299 یا 1921 میفته و اوضاع به ترکولی عوض میشه. کسروی برای مدت کوتاهی در مدارس کار میکنه، بسیار بسیار کوتاه، نزدیک دو سال در مدارس ترکی و عربی و فارسی تدریس میکرد. بعداً اونو ترک میکنه، اون کارو میره به بخش عدلیه که بعدها میشه دادگستری. در اونجا کار میکنه و دولت رضا شاه ایشون، یعنی از طرف دادگستری ایران، فرستاده میشه به بخش‌های مختلف ایران، من جمله مخصوصا به مازندران. و شما میدونید که اونجا تو ایشون در فعالیت‌هاش طرف دهقانان همیشه میگیره، یعنی دهقانان اینا که میرن به دادگستری گیلان، به دادگستری مازندران راجع به زمین صحبت میکنن، همیشه این رأی میده
نفع دهقانان علیه ملاکی. اون زمان هم که ملاکی در اینا هم قدرت داشتن، خیلی قوی بودن. رضا شاه هم که مسئله ازلی رو اصلا نتونسته بود حل بکنه، اصلا در برنامهش هم نبود، در اینجا نمیخواد با ملاکی در بیفته. ولی کسروی همیشه رأی ها را به نفع دهقانان میداد و اون واژه یا ترم معروف این که زمین از آن کسی است که رویش میکاره، از خود کسروی. البته کسروی این ترم رو به زبان پهلوی چیز کرده، کلمات پهلوی بیشتر به کار برده، ولی میگه زمین از آن کسی است که رویش میکاره، یعنی کشت میکنه، از اون زمان مونده. حتی جنبش چپ ایران هم از کسروی اینو گرفته، چون کسر اولین فردی بود به زبان فارسی این مسئله رو مطرح کرد. گویا در چین و در روسیه شوروی و اینا این ترم معروف بود، ولی ایشون اولین فردی بود که در ایران پیاده میکنه. و خب به خاطر شرایطی که داشته و چون فقط کارش تحقیق و اینا بوده اخراجش میکنن و میاد تهران. در تهران اون وقت دوره سوم زندگیش رو شروع میکنه که آثار بزرگش رو در اون زمان مینویسه. درسته که تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله آذربایجان رو اون زمانها به صورت جزوه در آورده، ولی تحقیقاتش رو قبلا انجام داده. در این دوره تاریخ 500 ساله و خوزستان رو مینویسه که یکی از معتبرترین کتابهای تاریخ ارسطان ایران و خوزستان. یعنی شما امروز تمام دانشمندان عربی که میخوان راجع به خوزستان و راجع به اعراب در اون منطقه اطلاع داشته باشن، حتما باید در منابعشون از تاریخ 500 ساله خوزستان استفاده بکنن. در اون دوره کسروی کتاب‌های بسیار بسیار معتبری می‌نویسه راجع به تاریخ ایران، مثل شهریاران گمنام. در همین دوره هست که کسروی علاقه پیدا می‌کنه به ادبیات ایران، مخصوصاً به نظرگاه‌هاش راجع به شعر و راجع به ادبیات. من دیگه صحبت آخرم رو در این دوره می‌خوام معطوف بکنم به اینکه کسروی در ارتباط با ادبیات ایران و شعر سه نظرگاهی داشته و دیدگاهش چه بوده. ببینید کسروی خیلی علاقه داشت به مسئله فرهنگی، یعنی اعتقاد عمیق داشت که علت عرب افتادگی مردم ایران